میکنم به همه شما بینندگان عزیز راشین سودمند هستم و خیلی خوشحالیم که با یکی دیگه از برنامه های سفر به اماق خوشبختی مهمان خانه های شما هستیم منم سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما بینندگان عزیز امیر بزنجو هستم و خوشحالیم که امروز با این برنامه مهمان منازل شما هستیم خب راشین جان امروز در مورد چه موردی میخوایم صحبت کنیم؟ امروز میخوایم در مورد محبت صحبت کنیم ما در این سری برنامه ها داریم در مورد جاده صحبت میکنیم که ما رو به سعادت و خوشبختی میرسونه که سعادت و خوشبختی اون رضایت درونی ما زندگی هست و داریم در مورد عوامل و موانعی صحبت میکنیم که چطوری به ما کمک میکنه یا کمک نمیکنه که این جاده رو در این مسیر زندگی به پیش بریم در مورد محبت هم مطمئنم که هم ما هم بینندگان عزیز خیلی شنیدن, شنیدن. بله ولی میخوام امروز یکی از جنبه های دیگه محبت رو که شنیدم ولی شاید بیشتر باز کنیم مخصوصا من میخوام در این مورد بیشتر توضیح بدم که محبت اگر درست درک نشه ممکن موزلاتی به وجود بیاره شاید بیرندگان میگن مگر میشه که محبت درست درک نشه برای محبت هم ما میتونیم که درست درکش نکنیم محبت شرطی داریم محبت بی قید و شرط داریم که میخوام در این مورد بیشتر صحبت کنیم خب خوب همینطور که گفتی محبت وقتی که صحبت میشه محبت خیلی کلمه غنی هست از عشق میاد از و عشق و محبت و شما در هر فرهنگ و هر جامعه بین انسان اگر عشق و محبت نباشه بین انسان با انسان انسان با خدا عشق محبت نباشه یعنی همه ما میشیم ربات پس عشق محبت خیلی مبحث عمیقی هست و میشه ساعت در مورد صحبت, صحبت, کرد, کرد. ما در برنامه احساسات گفتیم که احساسات یکی از خصوصیات احساسات این هست که قدرتمنده عشق هم یکی از هم خصوصیات بسیار قدرتمند هست که میتونه زندگی دو تا جوون رو عوض کنه با هم ازدواج میکنن محبت خانواده تشکیل میدن محبت مادرها به فرزندان پدران به و محبت دوستان به هم بس همونطور محبت مسیح که اومد و جانش رو برای ما داد محبت خدا نسبت به ما و ما نسبت به خدا بله من. محبت پس خیلی مهمه که ما دو معنی محبت رو درست درک کنیم و محبتی که از احساساتی هستش که تمام انسانها به آن احتیاج دارن و یکی از دلایلی که در دنیا ما خیلی وقتا این همه مشکلات میبینیم مزلات میبینیم شاید خلاف ها میبینیم جنایات میبینیم وقتی که به زندگی خیلی از این افرادی که خلافکار هستن شاید جنایتکار هستن بله، بله. نگاه کنیم میبینیم که اینها کسانی بودن که از محبت محروم بودن یه جور کم بود محبت داشتن کم بوده محبت داشتن روان در روان شناسی میگن انسان یه تانکی داره یه مخزنی داره که این بعد از محبت پر بشه مثل احساسات دیگه ولی محبت خیلی مهمه برای همینم که مثلا الان روان شناسا میگن اگر بچه شما اشتباهی انجام داد بهش نگین که تو چقدر بدی تو نمیفهمی تو فلان بهش بگین من تو کار بدی کردی من کار تو رو دوست ندارم نگی من چون این کار کردی من دیگه دوستت ندارم من تو دوست من دارم ولی کار تو دوست من ندارم من کار من تو رو دوست دارم کار تو دوست ندارم مثل خدا توی کلام خدا چی میگه؟ میگه من انسان رو دوست دارم اما گناهان شما رو از دوست ندارم متنفرم از گناه از ولی گناه دوست... ولی دوست... شما رو دوست دارم دقیقا, دقیقا. پس... اه... ما انسان هم باید همچین محبتی رو به هم ارائه بدیم بله. و برای همین پس اگر که مخزن هر انسانی از اون محبت آری بدون زلال و پاک و شفاف و بدون شد پر نشه از چیزهای دیگه پر خواهد شد این مخزن بود. که اشاره بله. میکنی محبت از محبت خدا گرفته نسبت به ما محبت, بله. محبت همسر ما محبت فرزندان محبت پدر و مادر محبت دوست پس انسان واقعا نیازمند به محبت است دقیقا برای همینه که مخصوصا خیلی خوبه که ما به عنوان پدر مادرها افراد کمک کنن به بچه هاشون که بتونن این مخزن پر بشه به عنوان مثال من در کتابی که یکی از کتاب هایی که استفاده کردم برای اینکه این درس آماده کنم این هستش که این بود که این نویسنده این کتاب در مورد محبت شرطی میگفت ایشون میگفت من وقتی که کوچیک بودم پدر و مادرم وقتی که اگر کار درستی انجام میدادم منو محبت میکردن اگر نمیدادم کار درستی خیلی محبت نمیشدم و یاد گرفتم که من برای گرفتن محبت باید رازی بعد راضی کنم اطرافیانم دقیقاً بعد اطرافیانم راضی کنم برای همین پس محبت دیگه بدون قید و شرط نبود که اگر مثلا من محبت رو اگر خوب باشم بد باشم دریافت میکنم برای همین من اینطوری یاد گرفتم که پس محبتم باید شرطی باشه وقتی بزرگ شدم همین محبت به افراد میدادم اگر کسی من راضی میکرد پس در از محبت شرطی میشه دقیقاً اگر کسی من راضی میکرد من محبت کردم. اگر کسی نمیکرد من اصلا دورش میداختم و محبتش نمیکردم و یواش یواش یاد گرفتم که نقاط ضعفم رو پنهان کنم خودم نباشم نشون ندم که ضعیف هستم هرچند که در درون خودم پر از ضعف میدیدم ولی باطن و درون من بیرون, بیرون من ظاهر من این بود که من شخص قوی هستم ماسک, و در درون درست بله, بله در درونش میگفت من خیلی احساس خلب میکردم چند بود بوده؟ دقیقا و بعد یواش یواش متوجه شدم که یک سری ماسک هایی به خودم زدم که نشون میداد که این من نیستم ولی حقیقت اینه که ما انسان ها خطا میکنیم ما انسان ها اشتباه میکنیم ما در فارسی مسئله در انسان جایز الخطا و از خطاهای هم دیگر. از خطاها یاد میگیریم نه تو تون خطا بمونیم ولی از شکست و خطاهامون یاد میگیریم پس خیلی پدر مادرها بعد مواظب باشن که چطوری به فرزندانشون این محبت رو یاد میدن و اگر ما در این محبت رو یاد گرفتیم بعد اینو یاد بگیریم که محبت ما بی و شرط باشه و همونطور که داری میگی شما شخصیت بچه از همون ابتدا به ساکن محبت نقش بسیار مهم، مهمی رو داره در شکل شخصیت یک نوزاد یک بچه و این بچه بعد بزرگ میشه و اگر این کم بود از همون روز اول از این از طرف پدر و مادر باشه از طرف پدر و مادر و این کمبود ایجاد بشه این شخصیت بچه که بزرگ میشه دقیقا همون خلأ ها همون جاهای خالی که خودش میدونه یه سری چیزهایی در روح هست که خالیه این باعث میشه که در آینده مشکل پیدا کنه اینطور نیست دقیقا همینطور اگر کسی محبت نگیره اون خله یه جور دیگه باید, باید, چیز, دیگه پر کنه. باید دیگه، چیز دیگه پر میشه شاید افراد به مشروب رو میارن به اعتیاد روی میارن دلایل دیگه هم میتونه باشه ولی یکی از دلایلش این هست دلائلن. که کمبود محبت هست من چند وقت پیش یادم هست یه آقایی رو داشتن محاکمه میکردن در آمریکا بود یا در خارج فکر میکنم آمریکا بود ایشون دختران زیادی تجاوز کرده و به زنان زیادی تجاوز کرده و آنها رو کشته بود و تمام خانواده های این افراد در دادگاه حضور داشتن و هر دونه بدونی افراد میومدن به این فرد میدادن نفرینش میکردن اون اونو من دیدم اونو دیدن بل دیدن بل خیلی و, و یه آقایی بود که مسیحی بود ایماندار بود و آمد گفت من قلبم درد داره دختر منو کشتی دختر منو تو از من گرفتی ولی من تصمیم میگیرم مثل کلام خدا عمل کنم من تو رو میبخشم چون میدونم که تو کم بود محبت داشتی بعد تصویر این مرد رو میدیدین زمانی که افراد داشتن بهش فاش میدادن بعد و بیران میگفتن خیلی صفت نشسته بود بهشون میخندید به محض اینکه این فرد بهش گفتش که من تو رو میبخشم و میخوام که تو رو محبت کنم این مرد صورت شکست و شروع کرد گریه, گریه کردن اونو من دیدم بله معنی. و من فکر میکنم که این فرد از کم محبت داشت رنج میبرد بر همین قلبش سخت شده بود و این جنایت رو انجام میداد معنی. پس چقدر خوبه پس اول اینکه اول اینکه ما باید یاد بگیریم که همدیگر محبت کنیم اگر مقصن محبت خالی باشه،, باشه با چیزهای بد پر میشه و یادم باشه چجوری به بچه ها یاد میدیم محبت بدون قید و شد ولی ماره. اگر ما اینم یاد نگرفتیم خدا اینجا خدا به ما یاد داده خدا بدون قید و شد ما رو دوست داشته که شما حالا بیشتر در این مورد در قسمت بعد صحبت, درسته خواهیم خواهیم که صحبت که میکنه واقعا محبت بسیار بسیار نیرومنده محبت در اگه یادت باشه در قدیم ها می گفتن, می گفتن محبتی که محبت یک اصطلاحی هست استفاده می کردن می گفتن محبت مرهم هر دردیه بله. درست میگه از محبت خارها گل آه. می شود شعر قشنگ خیلی چون که بله. محبت میتونه درمان کنه خیلی از دردهای انسان ها رو و کمبوت های انسان ها رو چون خیلی از دردهای انسان ها از کمبوت هاشون میاد از این میاد بله. که مخزن محبتشون خالیه خالی محبت پدر و مادر رو تجربه نکردن محبت دوستان رو تجربه نکردن محبت شاید همسر رو درست نمیتونن تجربه م. کنن و بالاتر از اونها نمیدونن خدا کیه و چقدر اونها رو دوست داره دار. به خاطر این مخصان رو با چیزهای دیگه پر میکنن و بعد باعث میشه که چقدر خرابی ها ایجاد بشه م. چقدر کمبوت ها هست و طرف برای این که بخواد خودش رو اثبات کنم توی که در این مثال شما گفتی در مثال اول در مورد این نویسنده مجبور با چیزهای دیگه پر مجبور خودش نباشه مجبور خودش رو اثبات کنه با کارهاش با, کارها با که دوست داشته شده که دوست داشته بشه بله. مردم ریسپیک ازش داشته باشن قبولش کنن و این خیلی خیلی نکته مهمیه بله دقیقاً برای همین پس ما میخوایم بگیم که یکی از احساساتی که میتونید تو این جاده به ما کمک کنه یا مانع بشه محبت هست اگر ما محبت رو نداشته باشیم و اصلا یاد نداشته باشیم خیلی خوبه که روش کار کنیم و اول در قسمت بعدی شما خواهیم گفت که خدا ما رو بدون قید و شرط دوست داره و بعد اینکه این که اگر که ما یاد گرفتیم که مردم رو راضی کنیم که اونها ما رو محبت کنن این هم سالم نیست و تو این جاده به ما های میزنه و ما رو خسته میکنه چون اجازه نمیده که خوشبختی واقعی در محبت واقعی هست در محبت زلال شفاف هست و اگر ما بخوایم محبت رو به چنگ بیاریم با هر چیزی این این درست محبت نیست خسته میکنه و برای اجازه نمیده که ما درست توی زندگیمون قدم برداریم و خودمون باشیم پس و خدا میخواد که ما این ماسک ها رو از چشم همون برداریم چون اون رضایت خاطر حاصل نمیشه یعنی من کاری میکنم عملی رو انجام میدم که محبت دیگران رو به خودم جذب کنم دیگران یک کاری کنم که مردمان دوست داشته باشن ببین محبوب بودن چیز بدی نیست <laughs> همه دوست دارن اینجوری محبوب باشن محبوب خانواده محبوب دوستان محبوب مردم و خیلی وقت برای محبوب بودن شما باید یک کاری بکنید که مردم شما رو دوست داشته باشن به خاطر همین شما برای اثبات،, اثبات وجودت می جنگی. تلاش میکنی مجبوری ماسک بزنی مجبوری خودت نباشی خود واقعیت نیستی به خاطر همین وقتی که میری به اعماق درون خودت نگاه میکنی متوجه میشی که اون رضایت خاطر نیست اون سعادت و خوشبختی که واقعا اون رضایت خاطر رو برای ما میاره اون نیست به خاطر اینکه ما شاید محبت واقعی رو تجربه نکردیم و وقتی که محبت خدا رو تو قسمت بعد اشاره بهش خواهیم کرد که وقتی محبت خدا رو تجربه میکنیم محبت بی قید و شرط خدا ما رو خیلی آزاد میکنه خیلی با شفا آزاد میده. شفا میده و شفا میده زخمای ما رو شفا میده ترس های ما رو شفا میده ترس های ما رو شفا میده خون خون مسیح نشانه محبت او هست که میتونه شفای کامل رو در ما آه. جاری کنه در, ب... در قسمت بعد در این مورد خواهیم شنید و خواهیم شنید که چطوری میتونیم در این زمینه قدم برداریم و خدا چه قدم هایی برای ما برداشته و برمی بینندگان عزیز یک میان برنامه میبینیم و بعد با شما خواهیم بینندگان عزیز با قسمت دوم برنامه همراه شما هستیم امیر جان پس ما در قسمت اول در مورد محبت،, محبت صحبت کردیم که اگر محبت شرطی باشه چه ضربه هایی به ما میزنه یعنی ما به شرطی محبت کنیم بیا محبت بشیم که دیگران کاری برای ما بکنن یا یعنی ما کاری برای دیگران بکنیم یا در این مورد صحبت کردیم که اگر کسی هستن اون محبت رو تجربه نکرده در گذشته در کودکی چه چه داره و چه هایی های میتونه وارد به خودش و جامعه بکنه و خیلی ج... و گفتیم تعریف, تعریف اشتباه از محبت مانع میشه که ما بتونیم به سوی سعادت و خوشبختی به پیش بریم و همش میخوایم که جلب توجه کنیم و این یه سری احساسات در ما به وجود میاره که ترخ میشیم، منفی میشیم، میترسیم و همش استرس داریم کاملا درسته ولی خب اگه برگردیم به محبت خدا اصولا در دنیا چند نوع محبت هست محبت بین جنس مخالف زن و شوهر محبت بین انسان ها که میشه شامل محبت بین دو تا دوست بین پدر و پدر و مادر و فرزندان ولی صحبت وقت که صحبت از محبت خدا میشه شاید این محبت هایی که شما تو قسمت اول برنامه هم بهش اشاره کردیم محبت های شرطی هستن محبت بین دو تا دوست یه جوری آه، آه، محبت میکنن و انتظار محبت شدن دارن یه جوری شرطیه اگه این کارو بکنی من محبتت میکنم اگه اون کارو نکنی محبتت نمیکنم یا حتی شما اشاره کردی به, به, صحبت، به این نکته که حتی والدین خیلی وقت محبتشون نسبت به بچه ها شرطیه شرطی یعنی که اگر بچه خوبی باشی درس بخونی من تو رو دوست دارم و این بچه شرطی میشه و فکر میکنه که خب پس من بعد من یک کاری انجام بدم که مورد محبت واقع بشم ولی وقتی که ما روبرو میشیم با خدای کتاب مقدس خیلی جالبه محبت خدا اگه بخوام خلاصه کنیم تو یک کلمه محبت بی قید و شرط ای یعنی خدای کتاب مقدس آیه های بسیار بسیار هست از لحاظ الهیات از لحاظ ذات خدا تسلیس خیلی ساعت ها میشه در موردش صحبت, صحبت کرد در موردش نوشت در موردش موعظه کرد سخنرانی کرد و و تعلیم داد ولی محبت خدا اگه بخوایم خلاصه کنیم بی قید و شرط محبت انسان شرطیه بیشتر اوقات اکثر اوقات محبت خدا بی قید و شرطه. یعنی خدا اونطوری که من هستم با تمام وجودم با تمام شاید کاستی ها ضعف ها نقص ها با اینکه انتظار داره که این ضعف من این کاستی ها. من یه روزی من تلاش کنم برطرف بشه دایخان. ولی منو دوست داره بطرف. به خاطر همینی که وقتی که ما احساسات خیلی وقتا ما رو فریب میدن احساسات کاذب ما که تو برنامه قبل گفتیم وقتی که من نزدیک به این خدا میشم اگه کار خوبی کردم احساس میکنم خدا منو دوست داره دقیقا داریخان. ببین ما دقیقا همون چون که به نسبت به پدر و مادر من این احساسو دارم اگه کار خوبی کنی دوستت دارم فکر میکنم خودم اگه کار خوبی بکنم براش منو دوست داره, من دوست داره. ولی خدای کتاب مقدس میگه من تو رو دوست دارم چون تو رو خلق کردم تو فرزند من هستی محبت خدا بی قید و شرطه چون محبت از ذاتش بیرون میاد خدا محبت رو به خودش نگرفته مثل یک صفت بلکه از ذاتشه میگه بین پدر پسر و روح القدس خدای تسلیس ذاتشون محبته درسته پس از این رویه که ما رو چی بدون قید و شرط دوست داره ما رو خلق کرده خدا اونطوری که ما هستیم ما رو دوست داره من یه چیزی بگم خیلی وقتا این طرز فکر از فرهنگ ما میاد که چون در حال زمینه قبلی میگفتن اگر باید کارهای خوب بکنی تا خدا از تو شاید راضی بشه شاید راضی نشه و این طرز فکر خیلی وقتا تو ایمان مسیحی ما تاثیر میذاره که اشتباه هست درست خدا از گناه خوشش نمیاد و ما باید رشد کنیم به بلوغ برسیم ضعف هامون گناهانمون رو برداریم یعنی تلاش کنیم که دیگه گناه نکنیم گناهان گذشته رو تکرار نکنیم ولی در هر صورت اون تلاش ما با تلاش ما نیست که خدا ما رو دوست داره خدا, خدا ما رو, دوست, ما رو دوست, داره. دوست داره و به ما کمک می کنه تا زندگی بروست. سالم مسیحی کاملن. داشته باشیم چون که اگر ما خیلی وقتا مسیحیان من اینو دیدم شاید برای من هم سالهای اولین بوده طول میکشه که ما واقعاً یک شناخت عمیقی از محبت بی و شرط خدا داشته باشیم و زمانی که این شناخت رو پیدا می کنیم و در این محبت غرق میشیم که مردان و زنان خدا حالا چند تا آیه براتون می خونم پولس رسول به این رسیده بود وقتی که ما با این محبت بی و شرط رو برو ما آزاد میشیم ما خودمون میشیم امنیت پیدا می کنیم ولی میگم در سالهای شاید اولی ایمان شاید سالها میگذره مسیحیان هنوز اون رابطه ای که شما گفتید و دارن با خدا مم. یعنی فکر میکنن که یک رابطه خوش فکر میکنن اگر من یک کاری بکنم اگر بیشتر دعا کنم اگر که اینا به جای خود بسیار خوبه مهمه, مهمه، ما باید وقت بدیم با خدا کارهای خوب بکنیم شخصیتمون روش کار کنیم از گناه دوری کنیم در قداست رشد کنیم ولی خدا ما رو دوست داره قبل از اینا خدا ما رو دوست داره خدا ما رو پذیرفته اونطور که هستیم انتظار داره که ما عوض بشیم ولی وقتی که ما میدونیم خدا ما رو دوست داره بدون قید و شرط اون موقع چه اتفاقی خواهد افتاد اون موقع ما خودمون میشیم اون موقعی که برای اثبات وجودمون نمیخوایم کاری بکنیم که خدا رو خوشحال کنیم ما برای خدا عزیزیم ولی کار خوب میکنیم چون وارد یه رابطه عاشقانه با خدا میشیم درست هیچ وقت یک عاشقی کاری نمیکنه که معشوقش چیه ناراحت بشه بهترینه برای معشوقش انجام میده پس یک محبت بی قید و شرط و در از هدف اصلی خدا خیلی ها خیلی از انسان ها سوال میکنن که این خدا چرا انسان رو خلق کرد و الهیات به این جواب میده کتاب مقدس به این جواب میده میگه که خدا انسان رو خلق کرد که محبت خدا رو بشناسه و شریک این محبت, محبت. خدای تسلیس بشه و. پدر پسر روح القدس از ازل برای همین در انجیل وقتی شما میخونید مسیح داره از محبت ازلی بین پدر صحبت میکنه میگه از ازل درسته میشه ساعت در این مورد صحبت, صحبت کرد پس هدف اصلی اینه که ما ش... محبت پدر رو محبت خدای تسلیس رو بشناسیم و شریک این محبت بشیم و در این محبت رشد کنیم. در این محبت و این محبت میتونه تمام زخمای درون ما رو میتونه تمام اون مخزن‌های خالی ما که شاید از طرف پدر و مادر از طرف دوست از طرف همسر معلم هر معلم از هر انسانی دریافت نکردیم خدا محبتش چون بی‌قید و شرطه میتونه این مخ... این رو پر کنه و محبت خدا بسیار عظیمه کلام خدا میگه اون موقعی که ما حتی خدا رو نمیشناختیم او پسرش رو فرستاد که به خاطر گناهان ما گناهی که باعث شد ما از خدا جدا بشیم بها رو پرداخت کرد با این که هنون از زمانی که شما ایمان میاری به عیسی مسیح بعد متوجه میشه که مسیح برای تو چه کار کرده ولی قبل از اون میگه این کارو برای تو انجام, انجام داد, داد. از روی محبتش یا یوحنا 16 آیه کلیدی کتاب مقدس که خدا جهان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر کی به او ایمان آورد چی هلاک نگردد بلکه حیات جاودان و خیلی جالبه خود یوحنا این رسول محبت محبت بی قید و شرط خدا رو به طور خاص تجربه کرده بود وقتی نگاه میکنی در انجیلش یا در رسالاتش این رو به تصویر میکشه محبت بی و شرط دوست اولی یوحنا رو براتون بخونم خیلی در چند جمله میگه میگه ببینید اولی یوحنا با بسیاری یک ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم و چنین نیست هستیم از همین روز که دنیا ما را نمیشناسد چرا که او را نشناخته است محبت بی قید و شرط خدا قادر ما رو از خیلی از زندان ها آزاد کنه خیلی زخم ها شفا بده دیگه من برای اثبات وجودم نمیخواد بجنگم دیگه من برای اینکه خودم رو پیش تو ثابت کنم پیش دیگران ثابت کنم چون پذیرفته شدم و این در اصل میشه گفت کلید رسیدن به سعادت و خوشبختی واقعی است دقیقا همین هست وقتی که ما اون محبت واقعی رو اون مخزن محبت ما پر نباشه یکی از قدم که ما میخوایم خودمون رو ثابت کنیم به این دلیل هست که یک جای دنبال امنیت میگردیم دقیقا. ما دنبال یک جای امن میگردیم که ما رو بپذیره دقیقا. وقتی که بیرون هستیم بارون میاد باد و بوران طوفان هست یه جایی میگردیم که بریم از امن باشه دقیقا, دقیقا زندگی ما هم تو این جادم همین طور هست وقتی که اون محب محبت در ما باشه انگار که باد و طوفان زندگی ما رو میره ولی وقتی که بدونیم یه جای امن داریم خدا حاکم هست اتاقهای خدا... های قلب ما خالیه خالی. خیلی, خیلی من... و دنبالش میکرد دنبال یه چیزی میکردیم که این اتاق قلبمون رو پر, پر, کنیم. کنیم. و خون مس... مسی اومد خونش رو ریخ و با محبتش اینو پر کرد و ما الان امنیتمون رو میخوایم در حضور خدا پیدا کنیم در خدا وقتی امنیتمون رو در خدا پیدا میکنیم اون وقت نمیترسم که دیگران رو محبت کنم اون وقت دیگه برای اثبات وجود خودم نمی جنگم چون خدا هست که برای من می خدا هست که فرصت ها رو برای من فراهم میکنه. خدا هست که به من کمک میکنه رشد کنم خدا هست که افرادی رو که باید جلوی من میاره خیلی وقتا یکی از ضررهای خلای محبت این است که ما با کسایی دوست میشیم که به ما ضرر میزنن وقتی که محبت واقعی رو داشته باشیم اون وقت میدونیم که حتی نزد چه که میدونیم دیگه محبت ما رو در خدا یافت میشه و اون وقت نمیریم با هر کس دیگه پر کسی کنیم دیگه خیلی پر کنیم. جالب هست وقتی که ما آیات مختلف رو میخونیم من دوست دارم در آخر این, آیا، این چند تا آیه رو براتون بخونم دوباره برمیگردیم به رسول محبت در اول یوحنا باب 4 آیه 9 تا میگه محبت خدا این چنین در میان ما آشکار شد که خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا به واسطه ای او حیات داشته باشیم محبت همین است نه آنکه ما خدا را محبت کردیم بلکه او ما را محبت کرد و یعنی محبت بی قید و و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما باشد ای عزیزان اگر خدا ما را این چنین محبت کرد ما نیز باید یکدیگر را محبت کنیم پس این محبت بی قید و شرط میتونه در روابط ما هم نیز جاری بشه هیچ کس هرگز خدا را ندیده است اما اگر یکدیگر را محبت کنیم خدا در ما ساکن است و محبت او در ما به کمال رسیده است و رسول دقیقا این محبت رو تجربه کرد و میتونیم در رومیان باب هشت آی سی و نو این رو بتونیم بخونیم و پولس داره میگه میگه این محبت بی قید و شرط خدا هیچ چیز نمیتواند چون این محبت رو تجربه کرده ما را از محبتی محبت که خدا در خداوند عیسی مسیح نسبت به ما دارد جدا سازد نه بلندی نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا در خداوند عیسی مسیح جدا, جدا سازد. زمانی ده. که این محبت بی قید شرط خدا رو ما درک می کنیم و درش رشد میکنیم پس امروز ما در مورد محبت صحبت کردیم محبت شرطی محبت بی قید و شرط و اینکه همه ما انسان ها احتیاج داریم که محبت بی قید و شرط رو تجربه کنیم چون تو رابطه‌مون با خدا تاثیر میذاره تو رابطه‌مون با دیگران تاثیر میذاره محبت میگه حسادت نداره محبت بدی نداره محبت از بدی خوشنود نیست و محبت از ناراستی متنفر محبت واقعی شفا میاره بینندگان عزیز امروز خدا میخواد که محبت واقعی رو شما بچشین و محبت واقعی رو در زندگی شما جاری کنه ما یک جمله داریم که همیشه میگیم رسیدن به خوشبختی و سعادت سمرش رشد بلوغ و شخصیت ماست و میخوایم که در این برنامه ها ما با هم رشد کنیم من با یک آیه چند تا آیه رو میخوایم به شما تقدیم کنیم و با این آیات برنامه رو تمام خواهیم کرد باشه که محبت خدا تمام وجود شما رو در این هفته پرسازد مزمور 136 خداوند را سپاس گویید زیرا که نیکوس و محبت او جاودانه است خدای خدایان را سپاس گویید زیرا که محبت او جاودانه است رب الارباب را سپاس گویید زیرا که محبت او جاودانه است او را که تنها شگفتی های عظیم می کند زیرا که محبت او جاودانه است محبت جاودانه خدا در زندگی شما پاینده باشه تا برنامه بعد خدایار و نگهدار همه شما تا برنامه آینده خداوند حافظ و نگهدار شما باشه خدا نگهدار